درود بر همه گرچه هستم از کانال رپ تو رسلینگ اکستریم رولز. چند روز پیش، نزدیک یکی دو روز پیش برگزار شد و مثل همیشه اومدیم به بررسی پرپریو اکستریم رولز. اگه به کشتی کرد و رسلینگ علاقه مندی، حتما تا آخر این ویدیو همراه من باش. هرچی هستم و این کانال رپ تو رسلینگ، کانالی برای عاشقان دنیای کشتی کرد و رسلینگ. بچه قبل شروع این بررسی کلی بهتون بگم که ببخشید من این هفته ویدیو نذاشتم، خیلی درگیر بودم و اصلا عجیب غریب درگیر بودم، ولی سعی میکنم که دیلی بذارم، دیلی آپلود، یعنی هر روز ویدیو بذارم. قول نمیدم و نمیگم که آره ما دیلی داریم، سعیمو میکنم چون واقعا طولانیه. اونجوری هم نیست که ویدیو بگیرم آره یه ویدیوی همینجوری بگیرم بگم خب گرفتیم بیا آپلودش کنیم، نه، درد سر داره، ادیت داره و فلان و اینا، چون ادیت هم طولانیه و طول میکشه. یکی من دیدم که مثلا یه دو سه تا از بچه‌های تو کانال، توی چنل، توی روبیکا میگن که ویدیوهاتو فانتر کن. بچه‌ها نمیدونم، اگه میخواین شخصیت فانتر و سمتری از من ببینین، حتما برین چنل یک، لینکش توی دیسکریپشن هست، توی داشبورد اصلی کانال، هوم اصلی کانالم هستش. اونجا لول عجیب غریبی از سمی بودن منو میبینید. اگه اونجا منو دنبال نکرده باشید، عجیب غریب من تو اون چنل سمم، ولی خب اینجا جدیتره چون موضوع یکم موضوع جدیتریه، ولی سعی میکنم که شادتر و با انرژی بیشتر فانترش کنم داستانو تا جایی که تونم. البته ویدیوی فان جدا هم داریم، اونا هم حتما بزنید. بریم سراغ اکستریم رولز. خب بچه، مثل رویداد سامر اسلم من نمیخوام مچ به مچ بررسی بذارم چون واقعا چیز خاصی نداشت اکستریم رولز. یه نگاهی دارم میکنم الان به کل مچ کاردی که داشت، 6 تا مسابقه داشت و جالبه اصلی ترین مسابقات اکستریم رولز رو انتقالش دادم به خود شوها مثل رندی اورتون و بابی لشلی. چرا؟ فکر کنم دلیلش رو بدونیم، بخاطر اینکه ریتینگ های AEW داره میرسه به راو و اینا دارن هر کاری میکنن که ریتینگ راو نگه دارن، یعنی بالاترش ببرن. رومن آوردن راو، خیلی از مچای که توی پیپریو بود آوردن واسه شوهای خودشون استفاده کردن و به خاطر همین چیزی تو پیپریو نذاشتن. و نقطه اصلی و قوت مچ کل رویداد اکستریم رولز، رومن رینز مقابل فین بالور. میخوام درباره کلیت بگم. ببینید تعداد مسابقات چند بود، ولی نسبت به سامر اسلم کیفیت مچ خیلی بهتر بود. یعنی نمیگم یه چیز عجیب غریبی بود، ولی کیفیت مچ واقعا بهتر. درسته آقای رومن رینز، دی کینگ، دی لورد، دی تایتان، دی لژند، و واقعا میگم کیفیت مسابقات خوب بود، خوب رو به بالا، یعنی متوسط رو به بالا. مثل مچ دیم پرست و جف و شیمس، این مچ اینو مچای خوبی بودن که خوب جف باخت و نمیدونم واقعا چرا همچین آدمی تو این وضعیت با همچین پتانسیلی این وضعیت که مثل جف هاردی بدیه. به نظر من زمانی اون کمپانی رسلینگی دیگه به مرز نابودیه که اکثر برنامه‌اش پیش بینی شده باشه و اکثر مچ‌هایی که ما دیدیم پیش بینی شده بودن. حالا درسته من پیش بینی اکستریم رولز نداشتم، واقعا عذر می‌خوام، ولی واقعا چیزی نبود که بخوایم پیش بینی. خب معلوم بود مچ رومن و فین، رومن میبره. حالا چه میدونم میخواد یه کسی بیاد، میخواد یه اتفاق بیفته، ولی رومن میبره. مچا اکثر پیش بینی شده بود، مچ شارلوت و الکسا بلیس هم پیش بینی شده بود و اکثر پیش بینی شده بود مچا. ببینید مثلا کمربند آی سی مچی نداشت، کمربندهای تگ تیم راب مچی نداشتن. این اتفاقیه که مثلا چند دو سال داره میفته، گفتم به یه سری کمربندها اصلا نمیرسن. حالا میرسیم به بحث اصلی داستان و داغ ماجرا. به نظر من مچ آخره. بچا میگم من مچ به مچ حالا این ویدیو دنبال نمیکنم، حرف نمیزنم چون چیز خاصی واقعا نداشت. و میدونی الان فکر کنم مثلا چنلای مثل دی گیم اینا به قول معروف گزارش گذاشتن، خاطر همین نه حالا صرفا به خاطر دیگه، ولی چون واقعا از نظر من چیزی نداره که بخوام راجبش حرف بزنم و وقت شما هدر بدم، میریم راجب مچ آخر و یه کلیتی راجب اکستریم رولز دربارش حرف میزنیم.
ببینید مچ رومن ریز با اول فیلم بلر مچ جذابی بود واقعا، انصافا مچ جذابی بود. نه خیلی میگم مسابقات خیلی عجیب غریب هم نبود ولی جذاب بودن. مچ جذابی بود، جوری شده بود که جالب بود. اینا به سمت تماشاگر رفتن، رومن ماسک زده بود. سریا سوال پرسیده بودن، احتمال اینکه خب رومن چون سرطان داره به خاطر این ماسک زدن که کار از محکم کاری عیب نمیکنه ای بود یه جورایی. حالا من نمیدونم رومن، من فکر میکنم رومن واکسن زد، من اینو نمیدونم، ولی حالا ماسک زد در برابر کرونا یا مثلا یه حرکتی بود که میخواستن نشون بدن آره این خیلی هیلیه کیاره مثلا، یه همچین چیزی بود نمیدونم، ولی جالب بود. و یک جایی بود که فین وقتی فین دیگه به شدت خسته است و رومن اسپیر زده بود به دیواره تماشاگر، یه اسمی هم داشت یادم رفت، حالا الان یادم نمیاد، اونجا بود که یفه چراغ قرمز شد، یهویی انگار یک شوکی بهش وارد شد و بلند شد و یه جوری شد که آره فین تا مرز برد پیش رفت که یهو تلپاپ رو شکست. اینجا جای بحثش هست که بیایم قشنگ راجع به صحبت کنیم. بچه‌ها من یه داستانی که بود، من می‌خواستم از بچه‌های کانال استفاده کنم برای اینکه ویدیو بگیریم و نظراتشون رو من ببینم و با هم یه گفتگو داشته باشیم که داشت انجام میشد. من متاسفانه دیشب دقیقاً نتونستم برسم توی اون روم. حتما پریپری بعدی کرول جون هست، حتما این کارو خواهیم کرد. احتمالا حالا اون که قرار توی روبیکا باشه، با اینکه برو روبیکا حال نمیکنه زیاد، بچهای چنل جدایی بود که توی کشیکجی بودن و این داستان قرار بود اتفاق بیفته، ولی مثلا کرول جون اینا. بچه من یه لینکی میذارم این زیر، لینک تلگراممونه، حتما جون چین. و اینم بهتون بگم، من خب اینستا یه اکانتی دارم به نام خب ارشیا رپ تو. تا هفته پیش فکر کنم یکی دو هفته پیش من میگفتم بیاین اونجا فالو کنید، و چون میگم من دو تا چنل دارم و محتوای اینا با هم فرق داره، سخت همه اینا رو با هم قاطی کنم. بختم یک چنل جدا به نام رپ تو رسلینگ زدم، حتما فالو کنید اگه میخواین بیشتر با من در ارتباط باشین. اونجا استوری خیلی میذارم، حالا الان فعالیتی ندارم، رسما هیچی نذاشتم، ولی حتما فالو کنید. آیدیشو اینجا میذارم، لینکش هم که تو دیسکریپشن هستش. حتما اونجا فالو کنید، اونجا کلی کیونه ای میذاریم، کلی اتفاقات خفن داره میخواد بیفته. تلگرام هم حتما جوین بدیم واسه اینجور بحثایی که من واسه پادکست ها میخوام از خود شما استفاده کنم، نظراتتون رو بهم بگید، فرقی هم نمیکنه چه رد سنی هر چی تلگرام پس حتما جوین بشین. آره حالا میپرازیم به ادامه. این تاپ روپه میفته و به قول معروف میشکنه و رومن اسپیر میزنه و پیروز میشه. حالا یه سری شایعات در اومد، عذر میخوام، مزخرف از یه سری چنل های در پیت که نمیگم اصلا ممکنه نشه، نه کلا از اتفاقات ممکنه بیفته، یه چیزی که فکرش نکنید تو دوبیو اتفاق بیفته. تئوری این بود که مثلا فین بلر اون قدرت شیطانی که داره بهش پشت کرده، مثل فین که اون قدرت رفت به الکسا بلیز رسید. یه چرت و پرتایی که اگه میگم، منظورم اینه که اگه این واقعی باشه رسما شده فیلم سینمایی. خب یعنی چی؟ قدرت فین دیگه بهش پشت کرده و خود اون قدرت فین بلر اون تاپ رو پوشه کن. این اول اینکه چرت و پرت، دو اگه هم واقعیت داشته باشه واقعا چرت و پرته که دیگه در این حد شده تخیل. یک تئوری دیگه هست که میگن جان سینا اونو زده، جان سینا شخصیت هیلش بیاد. من خیلی دوستم اتفاق بیفته، از خودم هم هست، ولی احتمالش به شدت کمه. حالا ویدیویی در اومده که اینجا داریم میبینیم که یک برداری دستکاری کرده تاپ. حالا ببینید بچه، من بزرگترین دلیل که به نظر من هست اینه که اصلا کسی پشت داستان نیست، کسی پشت ماجرا نیست. اینا صرفا میخواستن یک بهونه بیارن برای باخت فین، صرفا این میخواستن بگن که آره وسط رین اون تاپ روپ شکست بلر یهویی آسیب دید و از اون طرف اسپیر خورده و شانس این اتفاقی اتفاق افتاد، تاپ روپ شکست و رومن اسپیر زد. این بزرگترین به نظر من دلیله که صرفا یه توجیه باشه واسه باخت بلر، نه اینکه آره صرفا هیچ اتفاقی نیفتاد چه رومن اسپیر بزنه، نه یک دلیلی باید میبود که فین
ببار. احتمالش خیلی کم که کسی پشت این ماجرا باشه و جالب میشه اگه کسی پشت ماجرا باشه، ولی من فکر نمی کنم. اگه هم کسی باشه، گزینه‌های مثل براک، راکش و جانسون یا حالا یه کسی دیگه که من دیگه نمیدونم، باید ببینیم که چی میشه. حالا من میخوام راجع به استریک فین بلر صحبت کنم، دیم فین بلر که هیچ وقت نباخته. بچه ها، من همیشه اعتقاد بر این دارم که رسلینگ باید واقعی منطقی پیش بره. خب خیلی مهمه، یه سری جا باید همچین داستانای خفن باشه، ولی وقتی همون آدم اون آدم همونه میبازه بعد ولی صورت خودش رو رنگ میکنه، هیچ وقت نمیبازه. این منطقی نیست از این بود میخوایم نگاه کنیم، ولی از این بودم جالبه دیگه. مثلا این شخصیت شیطانی که هیچ وقت نمیبازه، ولی مخالفم با این که تو استریک داشته باشی که آره من خودمو رنگ میکنم دیگه قدرتمند میشم. این منطقی نیست به نظر من. ولی اتفاق افتاد و من فکر میکردم براکش میاد مثلا خراب میکنه مسابقه رو واسه مثلا برد رومن میشه. هیچ اتفاقی نیفتاد. باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. من پیش بینی ندارم، ولی خب من تو چند ویدیو قبلی گفتم براک لزنر مقابل رومن رینز در پول جون که یک ویدیو کامل راجع به پیپریو عربستان گرفتم، حتما ببینید. دو ویدیو رو به شدت مهمه، کاردش این بالا میاد، بزنید روش که خیلی مهمه. یه توضیحات کلی دادم که قشنگ بیاد دستتون. این از اکستریم رولز و دقیقه 90 هم یه مسابقه ثبت شد، نیوله مقابل جی استایلز و بابی لشلی و مدرک گنده بک اماوس یا اماوس یه لحجهش آخر من نفهمدم چی دقیقا که اونم نیولهشون بردن. ولی در کل WWE میگم دیگه، اگه اون پادکست WWE در مرز نابودی هم ندیدیم ببینید 30 دقیقه است بچه، ولی میتونم بگم خفن ترین ویدیوی یکی از خفن ترین ویدیویی که من ساختم و از لحاظ اطلاعات رسلینگ خیلی به دردتون میخوره. اینم بگم بچه، ویدیو قبلی من لارس سیلوان و اصلا اسمش رو یادم رفت و توی ادیت هم زدم بری سیلوان و یادم رفته بود، واقعا قاطی کردم بودم، ببخشید. و در کل اگه همچین سوتیایی میبینید توی ویدیو، ببینید که دیگه طبیعیه. من دیگه انقدر مثلا میبینم که مثلا AEW رو به جای WWE میگم مثلا. اینا هستش، اگه بود دیگه شرمنده. در کل این از اکستریم رولز. خب مثل ویدیو قبلی موقع بود تحلیلی نداشت، ولی خب گفتم صرفا نظر خودم رو بگم راجع به ویدیو که استاد رومن شما برنده شدی، خیلی به تبریک میگم، خیلی به تبریک میگم. امیدوارم که سالهای سال تا پایان کمپانی WWE شرمنده دست شما باشه. بله. در کل مرسی از اینکه تا اینجای ویدیو همراه من بودین. حتما نظرتون راجع به اکستریم رولز برای من بنویسین و واقعا چیزی نداشت که من دیگه بخوام براش حرفی بزنم یا توضیحی بدم بهش. ساشا بنکس هم برگشته بود و همین چیز، واقعا چیز خاصی نداشت که بخوام بیام براتون توضیحش بدم. یک ویدیوی دیگه که امیدوارم دیلی باشه و این هفته ما هر روز ویدیو داشته باشیم، خدا نگهدار یادم میره همیشه، اگه از این ویدیو خوشت اومد حتما لایک و بزن کامنتت راجع به من، راجع به کانال، راجع به اکستریم رولز و هر سوالی داشتی بپرس. اینستا و تلگرام من آیدیاش اینجا هست، لینکش هم توی دیسکریپشن هست، تاکید میکنم دنبال کنید. و اگه هنوزم سابسکرایب نکردی و یک رسلینگ فن درجه یکی، بزن سابسکرایب رو که ویدیوی خیلی خفنی داریم، ویدیوی قبلم ببین اگه ندیدیم. تا ویدیو بعدی فعلا رسلی.